نی من اگر از اون قول چراغ جادو یک خواسته بزرگ داشته باشم، بگم که یک کاری بکن که دیدیم تو این افسانه ها یه دفعه یه دودی بلند میشه، یه دفعه همه چی برمیگرده، خل و خروش میاد توی سر سفره آدم، رفاه بیاد توی زندگی آدم ها، دلخوشی بیاد توی زندگی آدم ها، این آزادی توی زندگی آدم ها بیان که آدم ها با فراغ با ما ملت خوبی داریم، ملت شریفی داریم، مملکت ثروتمندی هستیم و واقعا یه جوری بشه که همه این تعادله برقرار بشه، واقعا همه از این سفره در واقع سهمی داشته باشه. چون فیلم های دیگر هم ندیدم، به هر تقدیر داوران هم نمیشناسم اصلا کیا هستن، ولی به هر تقدیر امیدواریم که فیلم خوب دیده بشه. سوال هم اینه که سیمرغ امسال خیلی چشم به راه دستای شماست، خودتونم دوست دارین امسال سیمرغ بگیرین یا همونطور که فهمیدین کلا براتون مهم نیست؟ نه کلا هیچ وقت مهم نبوده و مهم نخواهد بود. چرا جسورا رو کلا دوست ندارین شما آقای پرستویی؟ من چرا دوست ندارم؟ من همیشه این شاگرد مدرسه یایی که در واقع اول مر میشه، حالا اون قدیما اینجوری بود، یه یقه سفید روی کتشون، یقه کتشون میدوختن با دکمه قابل مهی و ناخوناشون رو میگرفتن، حمام کرده تمیز روز اول مر میرفتن برای کلاس بندی. من همیشه این رمان کردم، گفتم که جشنواره فجر برای ما از اون زمانی که از سال 61 شروع شد، بله، که سال 61 غیر رقابتی بود و از سال 62 رقابتی شد، همیشه برای من جشنواره حکم عید و نوروز سینما رو داشته بود. من صدا و سیما را تحریم میکنم و حتی راضی نیستم تا خبر مرگ مرا زیر نویس کنند. اتفاقی افتاد که توی یک اصطلاح اکران خصوصی ایشون تشبه بردن و فیلم رو در کنار هم دیدیم و خیلی لذت بردن از فیلم، خیلی لذت بردن و من هم واقعا از ایشون لذت بردم. شاید الان یه جورایی توی باز متاسفانه توی این دنیای مجازی میشینیم قضاوتایی میکنیم که حالا این بحث به اصطلاح این که حالا ما با سوریه چی کار داریم، ما اصلا اونجا چی کار داریم، من وارد اون بحث اصلا نمیشم، اصلا وارد اون نمیشم. من بحثم سر خود شخصیت این آدمه، اصلا به مثلا این که کجای این جهان الان چجوریه که به قول معروف آوازه شده در جهان برای رومانی شخصیت، من میگم بیدلیل نیست، چون از نزدیک با ایشون برخورد کردم. این چیزی که به اصطلاح بنده دارم عنوان میکنم، میگم من تمام عمرم رو گذاشتم برای اینکه به هیچ برسم، من هیچ رو در تمام پیکره این آدم دیدم که واقعا نمیدونم، میدونم برام خیلی گرون تمام میشه حرف که دارم میزنم، ولی اصلا برام مهم نیست. من اون چیزی که میبینم و میفهمم و میگم به زبون میارم. من به اعتقاد من اصلا سردار سلیمانی رو زمین نیست، من به اعتقاد من اصلا سردار سلیمانی رو زمین نیست، یعنی وجود میخواد، در واقع جرأت میخواد، شهامت میخواد، اینکه شما از همه چیت بگذری. یعنی اون کسانی که در واقع نفی میکنن یه شخصیت بزرگی مثل ایشون رو، به نظر من حتی یک ثانیه در کنار ایشون نمیتونن قرار بگیرن در مثلا اعمالی که انجام میدن یا مسیری که دارن یا هدفی که دارن. وجود میخواد، همون جوری که به اصطلاح در واقع بارها اینو من عنوان کردم، گفتم ببینید، من میگن آقا مثلا فرض کن طرف رفته 4 روز تو جبهه بوده، بعد کلی داره امتیاز میگیره، کلی نمیدونم امتیاز بهش دادن، بله قربان، من دیگه کهنه شده دیگه این حرفا. من همیشه حرفم اینه، میگم ببینید هر کسی تو اون 8 سال، هر کسی با هر عقیده و مرامی مسلکی، اگر یک قدم پاشو توی خط مقدم گذاشته، اصلا تو منطقه جنگی قدم گذاشته، اگر یه برج هم بهش دادن میشه جونش. واقعا همینطور. چرا؟ به این خاطر که تو همون یک قدم میتونست که دیگه وجود نداشته باشه. صبر کن آقای پرویز ترسو، شلوغش نکن، مغلطم نکن. هیچ کس نگفته که چرا به فرزندان شهید امکانات دادن یا بهشون مثلا سهمیه دانشگاه دادن. اتفاقا همه ما ها از هر قشر و از هر حزب و گروه و دسته‌ای که باشیم، هممون شهیدایی که توی جنگ رفتن و برای این کشور جونشون دادن، همهشون برای ما عزیزن. ما حرفمون چیز دیگه است.
توی کتاب اگه اشتباه نکنم آل جنابان سرخپوش اکبر گنجی که اونم یکی همسال مثل تو اومده که بیشترین سودو از جنگ کسانی بردن که صدای سفیر گلوله هم نشنیده بودن. ما حرفمون اینه، کسایی که باید داشته باشن ندارن و کسایی که نباید داشته باشن و مستحق این نیستن از بهترین امکان دارن استفاده میکنن. پس مسائل با هم قطعی نکنم. خیلی سخته واقعا دیدن این مثلا در واقع فیلم در کنار این آدم. چرا؟ اصلا چرا من با تمام وجودم مطرب رو بازی کردم؟ به یه دلیل، ریشهش در عباس قادری بود. چرا بحث جرأت و بروز؟ من میگم یک ذره در واقع بیاندیشیم، ماها یک خانواده هست. من دارم به رفیقم انتقاد میکنم، به رفقای خانه سینما هم دارم انتقاد میکنم. 40 سال در واقع اسمی از ناصر ملنگ و توی همسالام نبردیم، وحشت داشتیم از این. وحشتی نداره، چون اینا خیانت نکردن، اینا اختلاس نکردن، اینا کلاهبرداری نکردن، اینا چرا ما نمیتونیم از هنرمندان پیش کسوتمون قدردانی بکنیم؟ چرا باید در چنین روزی عینک بزنیم و کت شلوارمون رو بپوشیم بیان در این مراسم شرکت بکنیم؟ منظورم اون آدمایی است که نیامدن و الا قدم همه رو تخم ششم ما. خنده داره برای من، یعنی من دیشب دیدم تمام مدت 23 9 شب نصف شب نمیدونم شب 5 بعد ناصر ملنگی فقط یه فیلم بازی کرد اونم آقای افشانی. حالا جون فقط اون فیلمو بازی کرده، امیر کبیر که نبوده، که فرمون معروف نبوده که سینما رو دگرگون کرد و بازی می‌زنه. خب اینا رو در واقع یادمون میره. من یه سوال دارم از صدا و سیما. من حرف شما رو نمیزنم، من به گونه دیگر این حرف رو میزنم. میگم آقای صدا و سیما، دو تا شبکتون برنامه من و شما، برنامه دور همی ناصرخان آوردید و برنامه ضبط کردید. قرار شد چهارشنبه شب این دو برنامه پخش بشه و اعلام عمومی هم شد. خود بنده به اصطلاح پست گذاشتم برای این قضیه. من بالایی ها میخوام بگم، ناصرخان اون موقع که برنامه‌شو پخش نکردید تا الان چه کار کرده؟ حالا اون بالایی حالا ببینیم برای چهره محسن فخری‌زاده چی میگه. چرا؟ خطاب به تویی که نمیشناختمت. خبر ترور ناجوان مردانت رو شنیدیم و افسوس خوردیم که چرا به قدر بدخواهان میهن من تو را نمیشناختیم. کمی دیر شده، ولی به پاس یک عمر تلاش علمی بی‌منت و بی‌نام و نشان برای اقتدار کشور عزیزمان ایران به تو افتخار میکنیم. روحت شاد. امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از پرویز پرستویی، ابراهیم حاتمی، کیا کمال تبریزی، مجید مجیدی، همایون اسدی، منوچهر محمدی و غیره. یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، ایام جشن، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول گشنه‌ای بود که می‌خواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن. حرف افتاد با این غول چیکار کنی؟ باید تازه نفسا برن بشنگم. غول عجیبه. یه پاشو می‌زدی، دو تا پا اضافه می‌کردی. دستاشو قطع می‌کردی، چند تا سر اضافه می‌شد. بالاخره دست پای آقا غوله رو قطع کردن و خسته و زخمی. اما یه اتفاق افتاده بود. جنگیدن با غول آدابی داشت که اونا بهش خو کرده بودن. دست و پنجه نرم کردن با غول زلالشون کرده بود. من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی این غیرت رو میفهمید. این غیرت داره خوش میشه. کمک کنید نذاریم این اتفاق بیفته. من برای صبرتون یه یا علی میخوام. امین. این عزیز لورمون که در واقع با این کمانچه بسیار بسیار هنرمندان و زیباش لبنا رو زدن، یاد عزیزی افتادم که بد نیست تو این شبهای عزیز یادی بکنیم از خسرو آواز ایران. متاسفانه همه میدونیم که بازیگر خوبی هستی و این اشک ها برای ما باورپذیر نیست. اشکاش هیچ موقع اسم استاد شجریان رو به زبون نمی آورد. گوش کنیم ببینیم راجع به پدر رومینا چی میگه. دختری که نمیشناختیمش، اما همه ما در مرگ او مقصریم. در مرگ همه کودکان بیگناهی که قربانی تعصبات کورکورانه، تعصبات قومی، قبیله‌ای و اجتماعی ما شدند. هنگامی که درک نکردیم چگونه در کنار نسل‌های بعد از خود قرار بگیریم و درکشون کنیم، نصیحتشون کنیم و آنها را رفیق بدانیم، نه فقط جزی از یک خانواده. دختر 14 ساله‌ای که امیدی به فرداهای دور ندارد و تمام زندگیش را در بودن با پسری 30 چند ساله می‌جوید که فقط شاید کمی او را درک کند.
حال پدر رومینا اکنون چگونه است؟ پدری که جگرگوشه‌اش حاصل 14 سال تلاشش را بر اثر جهل و تعصب و عصبانیت سربریده، اکنون با ملامت‌های مردم چه می‌کند؟ او نفهمیده بود که مردم همیشه حرفی برای گفتن دارند، خواه طعنه زنند و خواه دلسوزی کنند. حقیقت این است که ما یادمان رفته که حرف مردم حتی به ارزنی نمی‌ارزد و گاه برای بستن دهان بدگویان از جان عزیزانمان هزینه خواهیم کرد. چه فایده وقتی که این ماجرا برای مدتی ورد زبانمان است و بعد برای همیشه فراموشش خواهیم کرد. ما مردمی فراموش کردیم، بیرار میذاریم، نمیخوایم خدا نکرده مردم رو فقیر نشون بدیم، ضعیف نشون بدیم. نه. به چند دلیل. یکی این که مردم بدونن که اون پولی که به ما میدن با عشق، این پول رو به ما میدن، بدونن ما کجا داریم هزینه میکنیم. احسن. دو این که اون آدمایی که ببخشید اینجوری دارم میگم قور زیر لاف میزنن که اینا آقا برای خودشون جمع میکنن، اینا بدونن که نقربونت برم اینجوری. سه اینه که به اصطلاح آدمهای دیگر رو ترغیب بکنیم، بگیم توی این دنیایی که داریم زندگی میکنیم این هموطنان